بنا تقبل منا و همینطور با درود به پرچمدار اشرف یعنی مریم و زحمات و خون جگرهاش در این سالیان باز هم قیام میکنیم و یک دقیقه کف میزنیم. بله امروز اشرف و مریم پیروز شدن. خوشا پیر زنان و کوه مردان اشرف، به ویژه سردار شهر شرف خواهر مژگان، در این سالیان سخت و صعب و پررنج به افتخار او هم قیام میکنیم و یک دقیقه دیگر درود درود درود. شورای رهبری و در رأسش مسئول اول سازمان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، با تمامی شهیدان و زندگانش و در رأسش مسئول اول سازمان خواهر صدیقه که به افتخار اونها هم یک دقیقه دیگر و اما خودتون که بر پیمان خون و نفس در مهیب‌ترین بمباران‌ها، در همه توطئه‌ها، در همه بالا و پایینی‌ها، در همه کشاکش‌ها روسفید و سرفراز بیرون اومدید. برای خودتون افتخارات مجسم تاریخ ایران و تاریخ معاصر بشری، برای همگی کوه مردان و شیرزنان باز هم یک دقیقه دیگر درود درود درود. بله باز هم درود، هم برای راه طولانی که طی کردید و هم برای مسئولیت‌های سنگین و سنگین‌تر آینده. الهی لک الحمد و لک الشکر که به شما، به تک تک شما چنین ظرفیت و چنین شایستگی
عطا کرد. بی گمان مردم ایران به شما، به تک تک شما افتخار میکنند. به نظر میرسه که امروز چیزی چرخید در رأس دستاوردهای 7 ساله به مثابه میوه و ثمره صبر جمیل. بگذارید همه بشنوند که مجاهدین، همونهایی که من فرمان دادم تمامی سلاح‌ها و مهماتشون رو بدهند، چیزهایی که از جان براشون عزیزتر بود، کسانی نیستند که ذره ای از حقوق خلقشون و خودشون در هیچ شرایطی عقب نشینی کنند. هر کس که با ما حرفی و ادعایی دارد خودمون استقبال میکنیم بیاید در یک محکمه بین‌المللی، بیاید به کمیسیون حقیقت‌یاب در ژنو وابسته به ملل متحد، بیاید در دادگاه لاهه و یا در برلین، همون جایی که ولی فقیه و اذنابش رو محکوم شناخت. کما اینکه وقتی رژیم ادعا کرد که میخواهد پرونده صیاد شیرازی رو در فرانسه باز بگشاید، ما به غایت استقبال کردیم و باز هم میکنیم، هر چند که رژیم جا زد. خودمون دعوت کردیم و تکرار میکنیم اگر که رژیم و سرانش جرأت دارند بفرمایید به دادگاه، خواهش میکنیم بفرمایید به دادگاه، بفرمایید به دادگاه اگر که جرأتش رو دارید. ما هم آمادیم، من هم شخصا آمادم و از ولی فقیه ارتجاع دعوت میکنم اگر جرأت دارد بلادرنگ در یک محکمه بین‌المللی با حضور خود من حضور به هم برساند. پیروزی امروز البته بسیار مهمه و به خوبی میدونید که در پس چه کشاکشی به دست اومد، اما تازه این یک راه گشایی است و پیش درآمد، چرا که این مبارزه است تا پیروزی، مبارزه است تا آزادی، مبارزه است تا حاکمیت مردم ایران بر سرنوشتشون. توطئه‌ها البته سخت و سنگین بودند، رذیلت‌ها، اتهامات، دروغ پردازی‌ها، و البته که باز هم تا روزی که این رژیم هست تمامی نخواهد داشت. اما یک چیز اثبات شد: اشرف ایستاد و جهانی به ایستادگی برخاست. مبارک، مبارک، مبارک. خدایا ما رو، تک تک ما رو
که تا امروز از شر و بلیات دشمن خودت و دشمن خلقت در ایران نگه داشته ای، باز هم در کنف حمایت خودت بگیر. خدایا ما را از غفلت و غرور بدور نگهدار، بر مسئولیتمون بیفزا، اراده هامون را صیقل بزن و در عهد خودمون با تو و با خلقت هرچه صادقتر و پاکیزه تر کن. خدایا کمک کن که مسئولیت هامون رو در قدم های بعدی هم درست انجام بدهیم و مورد رضایت تو و خلق در زنجیرت در ایران قرار بگیریم. بار خدایا توان ما رو مضاعف کن، به ما نعمت صدق ببخش و بر ثبات قدممون بیفزا.